ای روز برام که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما هر ذره، اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بی باز هم در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و اینجا ما بحث را آغاز میکنیم پیرامون علم، ولی به این معنی نیست که ما تنها در این چند لحظه که در خدمت شما هستیم آن را به پایان برسونیم، ولی اقلا آغازش از اینجاست و پایانش را نمیدونیم به کجا خواهد رسید. ما معمولا در رابطه با مسائلی که در آنجا خدا مطرح باشد با چند رشته سر و کار داریم. یکی علم دین است که البته این تقسیم بندی که با شما حالا در میان میگذارم هنوز هم در ذهنم در یک حالت متداوم متحول قرار داره که ممکنه طبقه بندی را بعدها یعنی سرش یک مرور کنیم، یک تغییراتی در آن بیاد، ولی برای فعلا اقلا اگر مسائل علم را از نگاه دیانت مطرح کنیم، پس ما در چند مرحله قرار داریم. یکی این که خدای مطرح است که باید شناخته شود و این شناخت در چارچوب هر دیانت علی رغم شباهت‌هایی که در میان است از ممیزات و تفاوت‌های هم در آن استفاده میشن و البته شناخت خداوند از روی در دین از روی الهیات مطرح است و هم از راه حکمت یا فلسفه مطرح است و هم در چارچوب شریعت آن را بحث می کنند، هم از راه علم کلام خداشناسی به نحو یعنی کار یک تعداد از علما است، هم از راه علم فقه و هم از راه تصوف، هم از راه عرفان. خلاصه ای که ما وسایل متعددی داریم که از راه آنها ما خداوند را بشناسیم. چیزی که من با او حساسیت زیاد دارم ایست که ما در دنیای بنام اسلامی ما این رشته های مختلف علوم را که برای
شناخت خداوند بوده، از همه آنها استفاده نمی کنیم، یا از روی تعصبات شخصی یا از روی سیاست های دوران های مختلف تاریخ عصبیت ها و ضدیت ها و تعصبات در مقابل بعضی از اینها ایجاد شده که متاسفانه شناخت ما را از خداوند محدود ساخته. در بسیاری موارد پرسان می کنند که این دنیای اسلام یا دنیای مسلمان ها چرا اینقدر عقب مانده، و جوابی که من میتونم با در مقابل چنین سوال ارائه کنم ایست که ما هر آن چیزی که ما را در شناخت پدیده ها با ما کمک میکرد، قسمت بیشتر آنها را ما یک طرف گذاشتیم یا ما منفور ساختیم یا آنها را حرام دانستیم و ناجایز دانستیم. بنان ما از یک یا چند وسیله نهایت محدود استفاده می کنیم. چی در رابطه با شناخت خدا باشد، چی در رابطه با گسترش سطح جهان بینی ما باشد، چی در رابطه با شناخت از خود ما باشد، از هر نگاهی که هست. مثلا مسائلی که در رابطه با شریعت است که معمولا یک بیانیه یا یک جمله اینطور مطرح می شود که این در شریعت ما نیست، یا در شریعت قرآن محمدی هست یا نیست، یا مخالفش است. شریعت علم نیست، شریعت کتاب نیست، شریعت در 500 سال اول تمدن اسلامی یا از دوره زمان حضرت رسول اکرم تا 500 سال بعد از آن، از شریعت کس نامی نمی برد، چون شریعت در واقع یک سبد خالی است، یک تکری یا سبد است که در بین آن هر چیزی که شما می اندازین، آن چیزها از خود یک اعتبار علمی می تانند که داشته باشند، یک وسیله آموزش، یک وسیله فهم و اینها شده می تانند، اما خود شریعت هیچ چیزی نیست. قرآن قرآن است، ولی قرآن را ما میتونیم در این سبد شریعت بگذاریم. سنت حضرت رسول اکرم سنت اوست، شریعت نیست، ولی همراه با قرآن ما آن را در این سبد شریعت میگذاریم. پس اگر ما بحث خود را روی شریعت ادامه بدهیم، اقلا برای جلسه امروزی، برداشت ما چنین خواهد بود که شریعت همان سبد خالی است که از خود محتوایی ندارد، ولی محتواهای با آن در آن گذاشته می شوند که کاربرد آن یا کاربرد از آنها ما را در فهم اقلا دیانتی خود با ما کمک می کنند. چیزی را که معمولا شریعت می دانند یا می نامند، اشتباهن شریعت می نامند، شریعت نیست بلکه علم فقه هست. و علم فقه تعبیرات است
یا توضیحات و تشریحات است که آداب و رسوم و عبادات مسلمان ها را در مقطع خاص، در مقاطع خاص زمان و مکان تعریف و توصیف و توضیح می کنند تا مردم بعد از حصول قناعت از چنین توضیحات و تشریحات برای خود راه‌های را انتخاب کنند که در چارچوب یک دیانت خاص یا یک تعبیر خاص از دیانت خود را چگونه معرفی کنند. به طور مثال اگر در زمان قبل از نیمه اول دوره عباسی که در آنجا در علم فقه محدودیت های وضع نشده بود، صلاحیت آن در قید عالم یا فقیه خاص بود و سیاسیون یا خلفای بنام دوره عباسی در به حیطه صلاحیت فقیه علمای فقه دست درازی نکرده بودن. آنجا بود که شما به طور مثال در شهر مثل بغداد اگر یک قضیه داشتین که باید به یک محکمه و دادگاه می رفتین، شما می تانستین که نزد یک قاضی یا یک مفتی، مفتی به معنای آن کس که فتوا می دهد در مورد خاص، یعنی ارائه کننده نظر خاص حقوقی در یک مسئله حقوقی را مفتی می نامند. قاضی تعریف جامعی تر است که قضاوت خوب و بد یا درست و نادرست را در مسائل مختلفی که پیشش میارن اظهار نظر میکنن. پس در بغداد یک کس میتونست که نزد یک فقیه که متکی و معتقد به تعریفات و تعبیرات امام حنیفه بود نزد اون برن و این قاضی یا مفتی حنفی بخشای مختلف قانون را که قانون فقهی باشه، قانون دیانتی باشه، برای او توضیح کنند. و همزمان این کس میتونست نزد یک فقیه حنبلی یا مالکی یا شافعی و در موارد هم نزد یک فقیه فقه جعفری مراجعه کنند. پس در اسلام در اکثر کشورها ما قوانین داشتیم در رابطه با مسائل دیانت که از نگاه فقه علم، فقه علم در یک سطح جمعی یا مجموعی قرار داشت، یعنی it was a state of legal pluralism که از اصطلاح انگلیسی استفاده کنیم. legal pluralism یعنی همزمان مردم می تانستن از تعبیرات جداگانه و یا از فهمهای خاص و برداشتهای خاصی که از اصول فقه متفاوت برگزیده اشخاص برگزیده یا فقهای برگزیده زمان استفاده کنند. ولی زمانی رسید که سیاسیون آن وقت لازم دانستند روی ملحوظات که چی مشروع بود یا نه، این که نگذاشتند که هر کس در هر جا خود را برای تعریف و تعبیر هر مطلب خود را به اصطلاح فقیه بتراشد و فتواهای خاص بدهند، برای این که
احتمالاً این یک حالت را بار می آورد که به اصطلاح ازبکی که ما در افغانستان داریم هر کله و برخیال، یعنی تعبیرات و تغییرات یا تفاوت‌های نظر آنقدر زیاد می شد که یعنی مشکل می شد برای این که بر این فتواها یک شکل همگونی و یک شکل منسجم ساختن و یک شکل هم خانی و هم نوایی بدهن. بنا از نگاه ضرورت سیاسی ممکن کار معقول بوده، ولی از نگاه پویایی و تجسس و تفکر علمی کار درست نبوده، به خاطر این که در یک زمان خلفا یک فرمان تحریری یا شفاهی صادر کردند که تنها چند فقه محدود را به رسمیت شناختند و دیگرها را همه باطل دانستند، و در بغداد تنها چهار فقه که ما امروز آن را به نام فقه‌های سنی میشناسیم اینها را پذیرفتند که حنفی و شافی و مالکی و حنبلی باشد، ولی فقه جعفری را که امام جعفر صادق که در واقع استاد همه این فقها یا سران این فقها بودند، آنها را از معادله کشیدند به خاطر ملحوظات سیاسی و رقابتی که عباسیان داشتند با آل حضرت رسول اکرم. به هر صورت این محرومیت ها البته به نحو بعدها تکافو کرد، یعنی راه و چاره سازی شدند، ولی واقعیت امر این است که ذهنیت مسلط در آن زمان چنان بود که هر فیصله و هر فتوایی که در همان عصر که در حدود 900 یا 1000 سال قبل باشد پا بر جا بماند، یعنی قاطعانه تلقی شد، یعنی هر فیصله که در شرایط مکان و زمان، در همان شرایط همان مکان و زمان تعبیر و تعریف درست و بجا و لازم پنداشته شد، به این تعریفات و این تعبیرات یک ابدیت بخشیدن، و این ذهنیت عام شد که در اجتهاد بسته شده، یعنی دیگر ضرورت به کسی نیست که مسائل فقهی را دوباره تعبیر کنند یا اثر تعبیر کنند، و این باعث شد که در 1000 سال گذشته ما با وجود اینکه یک امر مثلث است که مسلم است که در شرایط و زمان و مکان ما با مشکلات تازه تر برخورد می کنیم، ولی در مقابل جوابهای 1000 سال پیش را جلوی روی ما میگذارند که این است رای حل، و اگر اون رای حل با شرایط امروز تطابق نمی کند ما را نمیگذارند قدم فراتر بگذاریم یا خود ما تعریف و تعبیر کنیم یا اجتهاد کنیم، زیرا این اجتهادها یا بدعت پنداشته می شوند که بدعت به معنای چیزی را که نیست خلق کردن است، و یا حرام می پندارند، و هر صورت وقتی که دنیا کاروان سیر کاروان دنیا به پیش می رود ما در موارد دیگر ناگزیریم که در عقب این کاروان قدم برداریم، ولی در بسیاری از موارد ما را عقب نگه می دارند، چون در آن شرایط
و آن فتواها با شرایط امروزی ما مساعدت نمی کنند. اگر به حسب شوخی مثال به شما بدهم، می گویند که یک ملا یا خطیب به یک تاکسی دست داد و تاکسی استاد شد. این ملا وقتی که به تاکسی بالا شد، دید که در این تاکسی والا یک ساز موسیقی را گذاشته و به هم کسی بیت میخونه یا هر چیزی که است. پس این ملا که در رقم نشسته بود به تاکسیران امر کرد که ساز را گل کن یا رادیو را خاموش کن. و تاکسی والا گفت برای چی؟ گفت ملا گفت که برای اینکه موسیقی حرام است. تاکسیران گفت که چطور حرام است؟ گفت به خاطر از اینکه در زمان حیات حضرت رسول اکرم ساز و موسیقی نبود، بنان ما نباید ساز و موسیقی داشته باشیم، بنان حرام است. پس تاکسیران هم تاکسیرات طرف بغل سرک کشید و به ملا امام گفت که بفرمایید پیاده شوین، برای از اینکه در تاکسی سوار شدن شما حرام است، چون در وقت حیات حضرت رسول اکرم هم تاکسی وجود نداشت. صرف نظر از بود مذاق شوخی این مسئله، این یک واقعیت بسیار عمیق اشاره میکنه و آن همین است که ما با شرایط سازگاری نمیکنیم و همان فیصله های فقهی 1000 سال پیش یا قبل و بعد از آن، همه اینها در پای ما زولانه گشتند و ما را از ضرورت های حیاتی ما طور کنار میگذارند که ما نمیتونیم قدم های مفید و مؤثر برداریم. برمیگردیم به اینکه پس آیا امروز هم ضرورت هست یا نه؟ بله، همیشه ضرورت است. بعضی از دوستان اشاره میکنن به مسائلی که مثلا یک دو هفته قبل یکی از دوستان گفتن که مثلا در مسائل قضایی نماز بود که آیا وقتی که نماز قضا شد یا روزه قضا شد باید قضایی گشتانده شود یا نشود و مسائلی از این قبیل. و متاسفانه که سوال به من راجع شده بود که من در این مورد هیچ صلاحیتی ندارم، ولی چند کلمه که جواب کوتاهی که در مقابلش ارائه کردم. یکی از دوستان دیگر مداخله کردن و گفتن که نه، ما سالها پس فقیه ها رفتیم و از فقه ها تقلید کردیم و تمام مشکلات را اونها خلق کردن، ما باید چنین کنیم و چنان کنیم. در واقع چیزی که به وقوع پیوست این بود که این دوست ما که اینجا مداخله کرد خود در سمت یک فقیه خود را قرار داد، پس خودش فقیه شد. هر نظری که داد در مورد ای که قضای نماز روزه یا باشه یا نباشه او مطرح نیست، ولی ما میبینیم که این خود یعنی یک تعبیر را بالای یک تعریف و یک عبارت قرآن گذاشتن و فهم و استنتاجی از آن کردن، این خودش فقه است. ولی اگر به صورت کلی از این مثال ها اگر بگذارم، به صورت کلی ما شریعت را تعریف کنیم در رابطه با فقه، چنین است که ما باز هم اگر از مثال برای شما بدهم که
چون از ماه رمضان گذشتیم و هنوز هم در فکر غذا و نان و اینها هستیم. فرضاً اگر ما در یک آشپزخانه مواد غذایی را میاریم و در فرض کنیم در 5 یا 6 آشپزخانه متفاوت ما عین مواد غذایی میاریم، یعنی هر کدامش برنج و گوشت و پیاز و کچالو یا سیب زمینی و بانجان رومی یا گوجه فرنگی و این غذاهای مختلفه که ما با هم هنوز هم متفق نیستیم که آن را چی بنامیم، همه اگر به 6 آشپز مختلف عین مواد غذایی شما بدهین و حتی اگر خواهش هم کنین که برای شما یک غذای با یک نام خاص فرض کنیم پلو یا شوربا یا یک چیز بپزن، همیشان یک غذا نمیپزن، تنها نام غذا ممکن یکی باشه. واضحن که مواد غذایی هم یکی هستن، ولی که از کدام مواد غذایی به کدام فیصدی به کدام نسبت و تناسب استفاده میکنن، اینجاست که غذاها متفاوت میآید. یعنی یکیش ممکن از گوشت زیاد کار بگیره، ممکن دیگه‌ایش از فرض کنیم از بامیه و نخود و از اینها زیاد کار بگیره، دیگه‌ایش ممکن نباتات و اینها رو زیاد بگذارن، سبزیجات و اینها رو، ممکن نفر دو سوم چهارمش. به هر صورت پس اگر این فرض را قبول کردیم که 6 آشپزخانه است و در هر کدام آن 6 آشپز است که همه اونها غذای را میپزند که همه را به یک نام یاد میکنند، فرض کنیم پلو کابلی پلو باشه و ازبکی پلو باشه و پلو ترکی باشه و پلو ایرانی باشه و غیره و غیره، همه پلو هن. ولی از نگاه نه تنها از نگاه کمیت ها یا فیصدی های مواد غذایی متفاوتن، بلکه مطمئن هستیم که از نگاه لذت و اینها متفاوتن. ممکن بعضی هایشان به طور مثال برنج را زیادتر بپزند، دیگر ها کمتر بپزند، یا بعضی ها برنج نرم خوش دارن و غیره و غیره. فکر میکنه که مطلب فهمیده شد. پس میگویم که ایره وفق بدهیم به مسئله شریعت. ما چندین تا آشپز داریم، یکی از این آشپزان به نام امام حنیفه است. اینجا منظور از امام فقی است، نه امامی که ما در دیانت شیعه میشناسیم. امام حنیفه در فرض کنیم میگه که من از قیاس زیادتر استفاده میکنم، یا از استحسان استفاده بیشتر میکنم، یا از منطق و برهان استفاده کمتر یا بیشتر میکنم، یا از احادیث یک استفاده خاص میکنم. پس این حدیث و فرض کنیم قیاس و اجماع و قرآن و آیات قرآن و استدلال و برهان و استحسان و اینها را به نام اصول فقه یاد می کنند. این اصول فقه همان مواد خام هستند و این یکی از آشپزان ما که اینجا امام حنیفه است، از مواد مختلف به اندازه های مختلف استفاده می کنند. مثلا امام مالک زیادتر متکی به احادیث است، چون او یک محدث بود، یک فقیه محدث. امام شافعی زیادتر به استدلال اتکا می کنند. وقتی که زیادتر میگم به این معنا نیست که از مواد دیگه اصول فقه استفاده نمی کنند، بلکه همه این مسئله تناسب این هاست. بنابراین
همه پلو پختن، همه بر ما در چارچوب اسلام کار میکنن و این هاست که معمولا به نام شریعت قبول شده. پس در مثال اول گفتم که شریعت یک سبد خالی است که در آن مواد غذایی مختلف را گذاشتند. حالا میتونیم که این سبد را با یک ظرف یا قاب یا یک قوری یک ظرف تشبیه کنیم که در این ظرف حالا غذای پخته شده و این غذا که از طعم از همان مواد غذایی استفاده شده همیش با طعم‌های مختلف است. پس شریعت کجاست؟ شریعت این بشقاب است، این غوری است، این ظرف است. ما شریعت را نمیخوریم، ما سبد را نمیخوریم، ما مواد غذایی که میوه و ترکاری و سبزیجات و اینهاست اونها را ما صرف میکنیم میخوریم. پس این همه سر و صدایی که در دور دنیا هست که ما قانون شریعت را میخواهیم یا نمیخواهیم، یا شریعت اسلام یا شریعت محمدی باید مسلط باشه و اینها، همه به مفهوم شریعت نفهمیدن که شریعت از خود ظرف است، قاشق است، پنجه است یا چنگال است یا ملاقه یا چمچه و اینهاست. شریعت خوردنی نیست، بلکه آن چیزی که خورده میشه مواد غذایی است، چی خام چی پخته. امید است که زیادترش پخته باشه که تکلیف صحیحی و دیگه بار نبیاره. به هر صورت اینجا منظور ما تنها از یک علم بود که چگونه درست شناسایی نشده و ای عدم شناخت آن چی از نگاه روش و روندی که ما در مقابل آن، رویی که ما در مقابل آن داریم از نگاه اجتماعی، چی توسطی که از دست سیاستمداران وقت و زمان اینها بالای ما یک بار و دو بار و چند بار تحمیل شده، و اسلامی که جامعه اسلامی که دیانت رسمی جزش نبود، دین رسمی ساخته شده، بنان با رسمی ساختن دین ما حکمت های اسلامی و سلطنت های اسلامی و جمهوریت های اسلامی پیدا کردیم، بنان با همه ناپاکی ها و پلیدی هایی که در سیاست است، مذهب و یا دیانت ما هم نه تنها که بدنام شده، بلکه مردم با گریز از سیاست از دیانت هم گریز میکنن و این اشتباه بزرگ است که نباید چنین میبود، ولی اختیار آن طبعا در دست ما نیست و چیزی که ما در اختیار داریم این است که ما این مفاهیم را تا حد توان هرچی می توانیم بهتر بدانیم، آنها را درستتر تشخیص کنیم و هرگاه با مردم در تماس باشیم، در صحبت باشیم، مسئولانه صحبت کنیم، هر اصطلاح و هر چیزی که سر زبان ما آمد آن را بی‌باکانه و نسنجیده بیان نکنیم، تا تانسته باشیم که دانسته و دانسته تر صحبت کنیم. ما این بحث را به همین جا به پایان می رسانیم. در برنامه بعدی نیلگون کمان، اگر من اینجا بودم و شما اونجا، ما در یک طبقه بندی علوم به صورت عمومی بحث می کنیم و از آنها شناسایی های دیگری هم می کنیم که امید است مورد قبول شما واقع شود. و تا برنامه آینده شما را به خداوند لایزال می سپارم.
روز و شب خوش برای همه شما آرزو می کنم. خدا حافظ و ناصر و مددگار شما باد. ای روز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خوشیده خوشه.